درود فراوان به شما همراهان عزیز برنامه تا سرزمین جنوبی. از اینکه فرصت دیگه‌ای پیدا کردیم تا در خدمت شما عزیزان باشیم بسیار خوشحالیم. امیدوارم حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. تشکر میکنم بابت کامنت های بسیار خوبتون و دلگرمی خوبی که به ما میدید تا در ادامه این برنامه ها در خدمت شما باشیم. در این قسمت هم در خدمت آقای آریان هستیم تا در مورد ویزاهای سرمایه گذاری و کارآفرینی استرالیا بیشتر صحبت کنیم. جناب آریان در خدمتون هستیم تا سلامی داشته باشید خدمت بینندگان عزیزمون. خواهش میکنم. بنده هم خیلی خوشحالم که مجددا فرصت ایجاد شد که در خدمت دوستان عزیز باشیم و امیدوارم که اطلاعاتی که توی این برنامه خدمتون ارائه میشه براتون مفید فایده باشه. همونطوری که در جلسات گذشته صحبت کردیم، روش‌های متفاوتی وجود داره برای مهاجرت به استرالیا که یکی از این روش‌ها ویزاهای سرمایه‌گذاری هستند. ویزاهای کارآفرینی، بیزینسی و سرمایه‌گذاری مدت هاست که در برنامه مهاجرتی دولت استرالیا قرار داره و هدف اصلی اونها جذب سرمایه و کارآفرینی در استرالیا برای بالا بردن میزان اشتغال و رشد اقتصادی استرالیا هستش. به طور کلی ویزاهای متفاوتی داریم که دو نوع اصلی اونو بهش میپردازیم و در این قسمت میخوایم بیشتر به این مباحث بپردازیم. جناب آریان در خدمتون هستیم تا در مورد انواع این ویزاها بیشتر برامون توضیح بدیم. خواهش میکنم. بله، همونطور که شما جناب سرعتی فرمودید، دو نوع ویزای اصلی داریم توی شاخه سرمایه گذاری و کارآفرینی استرالیا که یک نوعش با ساب کلاس 132 ویزای اقامت دائم هست، یک نوع با ساب کلاس 188 ویزای پروویژنال و اقامت موقت هستش که البته فرق پروویژنال و تمپوری رو قبلا خدمتتون عرض کردم. ویزای 188 در حقیقت سه تا زیر شاخه اصلی داره که شاخه اول بیزنس اینویشن هست یا نوآوری تجاری، شاخه دوم بحث سرمایه گذاری هست و شاخه سوم سرمایه گذاری خاص هستش که حالا به تفکیک در مورد هر کدوم از اینا جلوتر که بریم صحبت خواهیم کرد. ممنون از توضیحات خوبتون. همونجوری که فرمودید سه زیر شاخه داره ویزای ساب کلاس 188. ازتون خواهش میکنیم در مورد نوع اول اون ویزای نوآوری تجاری یا همون اینویشن که فرمودید بیشتر خدمت بینندگان عزیزمون توضیحات لازم و شرایط اونا اعلام بفرمایید. ممنون میشم. ببینید، بیزنس اینویشن یا نوآوری تجاری اسمش مشخصا روش هستش، برای فردی هستش که وارد استرالیا بتونه بشه و بتونه یک نوآوری تجاری رو در داخل استرالیا ایجاد بکنه، یک فرایند جدید، یک شرکتی، یک تکنولوژی جدیدی رو داخل استرالیا بکنه. برای اینکه به یک فرد این نوع ویزا تعلق بگیره، در درجه اول باید اثبات بکنه که در داخل کشور مبدأ خودش، حالا به طور مثال مثلا در ایران، این فرد تونسته در چند سال گذشته یک بیزنس موفق و یک مسیر تجاری موفقی رو طی بکنه. مسئله دومی رو که باید اثبات بکنه اینه که از یک حداقل دارایی برخوردار هستش که بتونه بیاد در داخل استرالیا این بیزنس پلان و طرح تجاری که داره رو برای داخل استرالیا اجرایی بکنه. این دو تا مسئله خیلی مهمه که باید اثبات بشه تا فرد بتونه ویزای بیزنس اینویشن رو بگیره. حالا یک سری شرایط اصلی و شرایط مهمه که برای دریافت این ویزا باید لحاظ بشه رو اگر بخوام خیلی تیتوار خدمتون بگم، این هستش که یک، فرد باید از یک ایالت خاص با توجه به طرح تجاری و بررسی‌هایی که انجام میده اسپانسری بگیره. مسئله دوم اینه که باید سنش زیر 55 سال باشه، مگر اینکه ایالت با توجه به شرایط خاصی که اون فرد لحاظ کرده و ارائه کرده و حالا یا سرمایه‌گذاری خاصی میخواد انجام بده یا اینکه طرح تجاری خیلی خاصی رو داره، این شرط 55 سال رو ازش صرف نظر بکنه یا ویوش بکنه، که البته همه ایالت‌ها این کارو نمی‌کنن. مثلا حداقل نیو ساوت ولز، ویکتوریا و کوینزلند این کار رو انجام نمیدن. اگر فردی بالای 55 سال باشه باید حتما بره سراغ بقیه ایالت ها. مسئله بعدی اینه که این فرد بتونه نشون بده که بیزنس آنر بوده، یعنی یک یا چند مین بیزنس، چند تا تجارت شغل خاصی رو در چند سال گذشته داشته. حالا اینکه بتونه ثابت کنه
بیزنس آنر بوده هم شرط خاص خودشو داره. اگر اون بیزنس گردش مالیش در حدی هستش که زیر 400 هزار دلاره، اون فرد باید حتما 50% سهامش رو به بالا داشته باشه. اگر ترنوش بالای 400 هزار دلار میتونست تا 30% رو هم داشته باشه، یعنی 30 تا 30 به بالا، و اگر شرکت به قولی پابلیک لیستد باشه، سهامی عام باشه، باید حتما 10% اون شرکت رو اون فرد داشته باشه. این نشون دهنده اینه که اون فرد مالک اون یا بیزنس آنر هستش. مسئله دیگه که فرد باید حتما لحاظ بکنه اینه که باید در 2 سال از 4 سال مالی گذشته بتونه اثبات کنه که گردش مالی بیشتر از 500 هزار دلار داشته. و یک چیز دیگه که باید بتونه اثبات بکنه اینه که بتونه ثابت بکنه که خودش و همسرش 800 هزار دلار استرالیا به بالا دارایی دارن. این کلیت داستانه. یک سیستم امتیاز بندی همین نوویزا داره که حالا این رو هم بیشتر در موردش به جزئیات صحبت خواهیم کرد. در اون سیستم امتیاز بندی هم فرد باید 65 امتیاز رو اخذ بکنه که بتونه درخواست این رو بده. بسیار خوب، ممنونم از توضیحات کاملتون. طبق صحبتایی که فرمودید دو تا سوال مهم مطرح میشه و اولیش اینه که فرمودید که باید فعالیت هایی داشته باشن در این بیزینس ها. سوال اولی که مطرح هستش اینه که این فعالیت ها باید تخصصی باشه یا بیشتر جنبه مدیریتی داشته باشه. اگر در این مورد بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. بله، نه مشخصا باید حتما از بیش از 50% وقت فرد توی حوزه مدیریتی اون بیزنس باشه. من اگر بخوام یه مثال خیلی سریع بزنم، شما فرض کنید فردی هستش که مهندس عمرانه، یک شرکت ساخت و ساز هم داره. باید بتونه ثابت کنه که در این شرکت ساخت و ساز بیش از 50% وقتش صرف امور مدیریتی شده، یعنی حالا بحث طرح‌های استراتژیک شرکت، قراردادها، عرض کنم خدمتتون که نیروی انسانی و بقیه مسائل، و کمتر از 50% وقتش صرف کار تخصصی شده. با توجه اینکه فرد مهندس عمرانه، خب کار نقشه کشی یا نقشه‌ها یا مثلا نظارت به کار ساخت و ساز هم احتمالاً انجام داده، ولی باید بتونه ثابت کنه که بیشتر از 50% وقتش رو صرف امور مدیریتی کرده. بسیار خوب، ممنونم. سوال دومی که مطرح هستش، توی توضیحاتتون دوتا از شروطی که فرمودید، یکی اینه که استی داشته باشه فرد، و دوم این که ترنوور سالیانه شرکتش مطرح باشه و اعدادا به دلار خدمت بینندگان عزیزمون گفتید. حالا سوالی که مطرح هستش و برای افرادی که توی ایران هستن بسیار مهم هست اینه که این برابری قیمت دلار به چه صورتی هستش؟ در این مورد میشه بیشتر توضیح بدیم؟ بله حتما. خب بالاخره همه این کارشناسی ها و حسابرسی هایی که ارائه میشه به اداره مهاجرت بر اساس، خب اگر فرد توی ایران باشه بر اساس ریال هست، نرخ تبدیل ارز دولتی استرالیا و ایران ملاک هستش در تاریخی که اون گواهی صادر شده. مثلا اگر گواهی سال مالی سال گذشته هستش، 21 مارچ سال 2015 هر قیمتی که نرخ تبدیل دلار استرالیا و دلار ایران بوده در اون مقطع قابل محاسبه هستش. بسیار خوب، ممنونم. سوال بعدی که دارم این هستش که فرمودید مجموع دارایی‌های شخص و همسرش باید عددی حدود 800 هزار دلار استرالیا باشه. سوالی که مطرح میشه، آیا اگر این زوج فرزندی هم داشته باشن و دارایی‌های اون فرزند داشته باشه، آیا میتونه در مجموع این دارایی‌ها محاسبه بشه یا نه فقط هزینه دارایی همسر و شخص؟ بله، من متاسفانه شنیدم این چند بار این مطلب رو. نه، بحث دارایی‌های فرزندان قابل محاسبه نیست، فقط فرد و پارتنرش، حالا یا همسرش یا پارتنرش که بشه قابل اثبات بشه که پارتنرشون هستش، فقط دارایی اونا هستش. حتی اگر دارایی های از طرف خود فرد به فرزندانش بخشیده شده هم مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت. ممنون از توضیحات کاملتون. و توی این مبحث آخرین سوالی که از خدمت شما دارم این هستش که خب چه مدارکی قابل ارائه هست برای اینکه نشون بدن که این دارایی ها را دارن؟ حتما باید مدارک قابل اثبات باشه، یعنی اگر ملک و املاک هستش، سند با سند باید ارائه بشه، و حالا کارشناسی رسمیش که ارزشش چقدر هستش،
اگر که سپرده بانکی هستش، گواهی سپرده ماشینالات هستش یا سند اگر دارن، یا اگر که ماشینالات کارخانجات اینا هستن باید کارشناسی بشه، گواهی سپرده، گواهی سهام، اینجور مدارک باید ارائه بشه تا بشه اثبات کرد که اسست فرد چقدر هستش. ممنون از توضیحات کاملتون. همونجوری که آقای آریان فرمودن، سه زیر مجموعه داره 188 که در مورد زیر مجموعه اولش توضیحات کاملی را ارائه دادن. ممنون هستیم ازشون. از ایشون خواهش میکنیم که در مورد نوع دوم ویزای ساب کلاس 188 که شرایط سرمایه گذار یا اینوستور هست بیشتر برامون توضیح بدن. بله بله. خب اینوستور باید فرد نشون بده که در حداقل 4 سال گذشته سابقه سرمایه گذاری یا در یک بیزنس یا در یک حالا فاند مشخص سرمایه گذاری مشخصی رو انجام داده در 3 سال گذشته، این سابقه رو بتونه اثبات کنه که داشته. از موارد دیگری که حتما باید داشته باشه اینه که اون بحث 55 سال که در مورد قبلی گفتم باید داشته باشه، اسپانسر ایالتی رو حتما باید داشته باشه، میزان سرمایه گذاریش در یک سال از سال گذشته حتما باید بالای 1.5 میلیون دلار بوده باشه، و میزان استی که داره دیگه 800 هزار دلار نیست، 2.25 میلیون دلار باید سرمایه داشته باشه، خودش و همسرش. و باید بتونه 1.5 میلیون دلار استرالیا رو وارد استرالیا بکنه و در داخل استرالیا سرمایه گذاری بکنه. جناب آریان، در مورد این مبحث میشه بیشتر برامون توضیح بدیم؟ فرمودید که باید 1.5 میلیون دلار در داخل خاک استرالیا بیاره. این سرمایه کی باید منتقل بشه و در چه محلی باید قرار بگیره؟ ببینید، برخلاف اون ویزای بیزنس اینویشن، در این نوع ویزا وقتی که میخواد این زیر شاخه این ویزا، وقتی که میخواد ویزا صادر بشه، اداره مهاجرت از فرد میخواد که اون 1.5 میلیون دلار رو به اون حساب مشخصی که از طرف ایالت مشخص میشه، اون سرمایه گذاری مشخص و اون حساب منتقل بکنه تا ویزا صادر بشه. یعنی حتما باید سرمایه انتقال پیدا بکنه و خب متاسفانه خیلی هم دسترسی بهش ندارن تا 4 سال که بتونن. بسیار خب، پس فرمودید این سرمایه به مدت 4 سال تا اخذ اقامت دائم باید، بله میتونن، البته میتونن بردارن، ولی خب تو بحث اقامت دائمشون به مشکل برخورد. خب بسیار خوب، خیلی ممنونیم از شما جناب آریان. امیدواریم از این مبحث بینندگان عزیز لذت برده باشن. مبحث ما ناقص موند در مورد دو مورد از زیرمجموعه های ویزای ساب کلاس 188. توضیحات کاملی را آقای آریان ارائه فرمودن. میمونه در مورد ویزاهای سرمایه گذاری خاص که انشالله در جلسات در هفته آینده در مورد اون بیشتر توضیحاتی را ارائه میکنیم. ما منتظر سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم تا از طریق کانال های ارتباطی برنامه با ما مطرح بکنید که این سوالات ها از آقای آریان بپرسیم و امیدواریم بتونیم جواب سوالهای شما را در این جلسات به صورت کامل بدیم. جناب آریان، حسن ختام این هفته برنامه‌مون، اگر صحبتی دارید بفرمایید. البته خب غیر از اون بحث ویزای سرمایه‌گذاری خاص که میخوام بیشتر صحبت کنیم، حتما بنابر این خواهد بود که در مورد ویزای بیزنس اینویشن و همون زیرشاخه هستی خیلی بیشتر اطلاعات بدیم، چون ویزای هستش که میدونم که هموطنانمون خیلی دوست دارن که بیشتر در موردش بدونن. پس احتمالاً تو جلسات بعد علاوه بر بحث اون ساب کلاس ها، هم بحث ویزای اقامت دائم 132 و هم ویزای بیزنس اینویشن رو بیشتر صحبت خواهیم کرد. من هم خیلی خوشحال بودم که در خدمتتون بودم و امیدوارم که در برنامه بعدی بتونم اطلاعات بیشتری رو خدمتتون ارائه بکنم. ممنون از شما و ممنون از بینندگان عزیزمون که ما را همراهی کردین. تا درودی دیگر، بدرود. خدا نگهدار.